بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه کاربران سایت دیتا آرچ، بنده حجت دادخواه هستم از کارشناسان مشاوره تیم دیتا آرچ. امروز در مورد ویژگی های یک کمپوست خوب از سری ویدیوهای پرورش قارچ خوراکی از گروه دیتا آرچ در خدمت شما عزیزان هستم. با ما همراه باشید. خب دوستان، ما امروز میخوام یک کمپوست رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که آیا این کمپوست ویژگی های یک کمپوست خوب رو برای ما داره و ما انتظار یک عملکرد خوب میتونیم از این کمپوست داشته باشیم یا خیر. پس با هم دیگه شروع میکنیم کمپوست رو از لحاظ ویژگی های ظاهری چک کنیم و بررسی کنیم. از ویژگی‌های مهمی که یک کمپوست خوب میتونه داشته باشه، رنگ کلش هستش و کلش ما زمانی که یک گلوله کمپوست رو باز میکنیم و مقداری از اون رو برمیداریم، مهم هست که رنگ کلش ما به رنگ قهوه‌ای سوخته باشه. ممکنه که بعضی از بافت‌های نخوسیده داخلش باشه و کمپوست کلش زرد رنگ یا نخوسیده داخل اون ببینیم. این میزان 10-15% ایرادی نداره و خودش باعث ساختار دادن ساختار به کمپوست میشه و از له شدن و کامپکت شدن اون جلوگیری میکنه، ولی اگر این میزان بالای 20% باشه، در حقیقت ما نمیتونه اون کمپوست نمیتونه ماده غذایی خوبی آزاد کنه و کیفیت خوبی داشته باشه. همونطور که گفتم، رنگ کلش باید قهوه‌ای سوخته باشه و زرد نباشه و اندازه کلش هم مهم هستش. اندازه کلش، ما با قطعات کلش که میبینیم عمدتاً بافت حدود 8-10-12 سانتی‌متر داشته باشه و بافت ریزتر یا بلندتر اون دچار ایراد میکنه. اگر بافت کلش خیلی ریز باشه، خودش باعث کامپکت شدن و به هم چسبیدن کمپوست میشه و شرایط بی هوازی رو بیشتر برای ما فراهم میکنه و بافت خیلی بلند هم نشانه نخوسیدن کلش و آب نخوردن کلش هستش. از ویژگی های دیگه‌ای که میتونیم برامون مهم هست که یک کمپوست رو تست کنیم و ببینیم این شرایط داره یا نه، بحث پوسیدگی کمپوست هستش. یک کمپوست ما زمانی که باز میکنیم و این مقداری از اون رو برمیداریم، باید ببینیم که آیا به اون شرایط پوسیدگی لازم رسیده یا نه. بهترین حالت اینه که یه مقداری از کمپوست رو برداریم و اونا حالت یه نیم چرخش بهش بدیم. این کمپوست باید راحت از همدیگه جدا بشه. اگه هر عاملی باعث شد که این کمپوست نتونیم راحت دیگه از هم جدا کنیم و خودش نشون دهنده بافت نپوسیده کلش هستش، اون کمپوست نمیتونه کمپوست خوبی باشه. از دیگر مواردی که میتونیم به یک کمپوست عالی یا خوب اشاره کنیم و به ما خیلی کمک میکنه که بفهمیم آیا کمپوستمون کمپوست خوبی تو شرایط کمپوست سازی طی کرده، مراحل خوبی رو طی کرده یا نه، بوی کمپوست هستش. کمپوستی خوبه که ما وقتی یه مقداری از اون رو برمیداریم و در دمای حدود 23-24 درجه کمپوست با شامه خودمون بو میکنیم، اون کمپوست نباید بوی زننده‌ای داشته باشه و بوی تند آمونیاک داشته باشه یا بوی کود مرغی داشته باشه. کمپوست باید بوی شیرین و بوی علف تازه بده. پس اگر کمپوستی دیدیم که داره بوی زننده‌ای بود، ممکنه میزان آمونیاک اون کمپوست بالا باشه و در داخل تونل خوب شیرین نشده باشه. بهتره که در مواجهه با چنین مواردی این کمپوست رو زودتر کیسه کوبی کنیم و با مقداری هوای آزاد و پوشاندن روزنامه این تهویه را انجام بدیم که مشکلی برای کمپوست با آمونیاک بالا ایجاد نشه. یکی دیگه از ویژگی هایی که ما میتونیم چک کنیم در مورد یک کمپوست خوب، چسبندگی یا وجود ذرات خاک در داخل کلش هست. ما وقتی یک مقداری از کمپوست رو برمیداریم و فشارش میدیم، این کمپوست نباید به صورت یک گلوله کامل در بیاد و به هم چسبنده کامل بشه. ما باید به راحتی بتونیم دوباره اون از هم بازش بکنیم. اگر کمپوست دارای خاک باشه، وقتی که ما اونو فشارش میدیم و دست میزنیم یا خوب فشار میدیم، این کمپوست کامل به صورت گل به هم دیگه میچسبه و دیگه نمیتونیم اصلا بازش کنیم. پس کمپوستی خوب هست که خاکمون گرفته بشه، کلش خاکش گرفته باشه و خاکی کمتری داخل بلوک کمپوست باشه.
از ویژگی‌های مهم کمپوست خوب میزان رطوبت هستش. رطوبت رو معمولا در آزمایشگاه اندازه‌گیری می‌کنن، ولی اون چیزی که ما به صورت حسی می‌تونیم چک بکنیم این هست که وقتی مقداری از کمپوست رو برمی‌داریم، این کمپوست به هیچ عنوان نباید رطوبت رو مداخلش ببینیم یا وقتی فشار می‌دیم آب ببینیم. فقط باید حس کنیم که این رطوبت حدود 68 تا 71 درصد هستش و یا کمپوستی ببینیم که خیلی خیلی خوش باشه یا حتی زرد باشه و به رنگ کاه شده باشه، اون کمپوست هم از لحاظ رطوبت پایین هستش و در کار برای ما مشکل ایجاد میکنه. یکی از ویژگی‌های دیگه کمپوست، ما بعد وقتی بلوک رو باز میکنیم مقداری از ذرات سفید رنگ مثل گچ که به سمت توسی یا خاکستری هستن ببینیم، اونا ترموفیل هستن. ترموفیل ها به ما خیلی کمک میکنن که این کمپوست بتونه مواد غذایی رو آزاد کنه و در اختیار میسیلیوم قاش قرار بده. پس میزان ترموفیل در کمپوست هم برای ما مهم هستش. از ویژگی هایی که میتونه یک کمپوست رو به کمپوست ایدئال و طلایی تبدیل بکنه، عدم وجود تیکه های پود مرغی داخل کمپوست هستش که به صورت گلوله‌ای باشه. یعنی ما یک کمپوست خوبمون نباید گلوله های از پود مرغی که میکس نشده باشه و یک نواخ روی کلش پخش شده باشه داشتیم. پس کمپوست خوب، باز هم تکرار میکنم، نباید دارای گلوله های پود مرغی باشه. پود مرغی باید خوب میکس شده باشه و به صورت یک نواخ روی کلش اضافه شده باشه. وجود پود مرغی به صورت تکراری یک نواخ داخل کمپوست خودش باعث پاستوریزه نشدن کمپوست میشه و ایجاد بیماری‌های مثل کفگی گچی رو برای ما میکنه که این خودش در روند کار برای ما مضر هستش. همچنین باعث خوب پاستوریزه نشدن و موجوداتی مثل کنه هم با در اثر این پود مرغی ایجاد میشن که بهتره کمپوست ما میکس یک نواختی داشته باشه که از این شرایط دور باشه. از اینکه با این برنامه در کنار ما همراه بودید ممنونم. امیدوارم که بتونیم در ویدیوهای دیگه شرایط سالونداری و کمپوست و خاک رو برای شما عزیزان بیشتر آموزش بدیم و هدف همه ما این هست که بتونیم عملکرد بهتری رو داشته باشیم. ممنون که ما همراه بودید. مرسی.